تا جایی که به یاد دارم همیشه رویای درس خواندن را در ذهن می پروراندم. در منطقه‌ای که ما زندگی می کردیم برق نبود و من مجبور بودم تکالیف مکتب و کتاب خواندن را در روشنایی فانوس و یا چراغ دستی انجام بدهم. در سال 2019 به بورسیه از طرف اتحادیه اروپا پروژه UNDP انتخاب شده و برای تحصیل به قزاقستان آمدم. من در ایران بزرگ شدم. دوره متوسطه را در آنجا تکمیل کرده و در سال 2005 همراه خانواده به افغانستان برگشتیم. صنف 12 مکتب بودم که خواستگاران با رفت آمدهای مکررشان کوشش می‌کردند مادرم را متقاعد کنند که من ازدواج کنم، ولی من می‌دانستم اگر ازدواج کنم مطمئناً نمی‌توانم ادامه تحصیل بدم. پس جواب من نخیر بود. یک روز به خاطر جواب منفیم به خواستگارا مادرم گفت که من دختر خوبی برای او نبودم. مثل خواهرم آرام و فرمانبردار پدر مادر نیستم. مادر گفت تو سرکش هستی و به حرفای من اهمیت نمیدهی. بنابراین من هرگز تو رو نمیبخشم. و من به خاطر آن همه میگریستم. من باید یکی را انتخاب میکردم. درس و تحصیل که خیلی ذوق و شوق آن را داشتم و یا رضایت مادر. خواهر کوچکم که صنف 7 مکتب بود و 14 سال بیشتر نداشت شوهر داده شد. زمانی که از مکتب فارغ شدم در صدد تصمیم دانشگاه رفتن شدم. برادرم می گفت دانشگاه رفتن مصرف زیاد دارد و ما از عهده خرج آن نمی توانیم براییم و این تقریباً جربه هر شب ما بود. سرانجام موفق شدم برای تحصیل به کابل بروم. وقتی خواهرم ازدواج کرد از مکتب محروم شد. سالهای اول ازدواج بسیار براش سخت گذشت. که نوجوانی بیش نبود باید کارهای زیادی در بین خانواده شوهرش را مدیریت میکرد. او حتی یک طفلش را سخت کرد. گاهی فکر میکردم شاید او مرا به خاطر آن همه مشکلاتی را که متقبل شده مقصر میداند. ازدواج خواهرم و رخدادهای بعد از آن مادر را ضربه زد. او متوجه اشتباه و دیدگاه‌های اشتباه سنتی خود شده بود. او اکنون می‌گوید تو درست عمل کردی. این الفاظ مادر دلگرمم می‌کند. من از رشته مالی به درجه ماستری دانشگاهی که به تو فارغ شدم. من از زندگی کردن در آلماتی واقعاً لذت میبرم. دوستان زیادی از میان مردمان مهربان حامی آلمات پیدا کردم. من به وضوح احترام و تواضع خاصی بین زنان و مردان اینجا میبینم. یکی از شغلایی که در آینده دوست دارم داشته باشم تدریس در دانشگاه و تحقیق کردن است. کوتاه زیادی نوشتم که بیشتر درباره زنان بوده است. زندگی هر زنی داستان به خصوص خود را دارد. داستانی از تغییر، انگیزه و داستانی از شدن. نام من فاطمه است و این داستان زندگی من است.